با یه اپیزود جدید از برنامه مسیر رو طراحی کن در خدمت شما هستیم. میهمان گرامی این قسمت یه دانشجوی دندانپزشکی فعال و پرتلاش هست در دانشکده دندانپزشکی مشهد. همکاری که حالا خدمتتون معرفی خواهم کرد سال 6 دانشکده رو طی میکنن، جزء دانشجویان ممتاز و برگزیده دوره خودشون هستن که فعالیت صنفی زیادی رو در قالب انجمن علمی دانشجویان دندانپزشکی مشهد و همینطور در کمیته تحقیقات دانشکده داشتن. خانم دکتر، بهتره بگم خانم شمیمه اسدی، خانم دکتر آیندهمون که میهمان این قسمت از برنامه هستن، گفتگو رو باهاشون شروع می‌کنیم. خانمتون سلام، وقت بخیر. سلام. خیلی خیلی متشکرم از قبول زحمتتون. ممنون که وقت گذاشتید برای این برنامه و خیلی خوشحالم که این فرصت رو داریم با نوع نگاه و نگرشتون نسبت به دوره تحصیل و فعالیت صنفیتون از نزدیک‌تر آشنا بشید. اگر موافقید یه اول پرسی اولیه رو مخاطبینون داشته باشید و بعد صحبتمون با هم شروع بکنیم. مرسی. من اول سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه مخاطبین عزیزتون. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. امیدوارم که این گفتگو برای دوستان مفید واقع بشه. یقیناً همینطوره. دکتر پیش از حالا من از دیگه میگم خانم دکتر، چون در آستانه فارغ التحصیلی هستید، توی معرفی معمولا این چالش همیشه وجود داره که حالا در واقع قید دکتر رو فعلا ممکنه تو معرفی ها ذکر نکنیم، اما میدونیم که در پایان دوره تحصیل هستید. این که عزیزم میخوام از مخاطبین عزیزم که همینجوری راحت دست دادن بکنم شما رو. خانم دکتر عزیز، میخوایم از مسیر شخصیتون بشنویم، از اینکه دوره دبیرستان و دوره تحصیل پیش از دانشگاه رو چطور گره زدید به مسیر دندانپزشکی، چه انگیزه‌ای باعث شد وارد این مسیر شید و انتخاب رشته پروسه چطور براتون اتفاق افتاد؟ آیدکتر، من حالا از قبل از دبیرستان بخوام بگم، از دوران ابتدایی و راهنمایی، خب مثل خیلی از بچه‌های دیگه که اون دوران به هر حال فکر می‌کنن به اینکه در آینده می‌خوان چه شغلی داشته باشن یا به چه چیزی علاقه دارن، خب منم فکر میکردم و یادمه که اون زمان خیلی به رشته پزشکی علاقه داشتم. خیلی برام هیجان انگیز بود واقعا این رشته و دوست داشتم که در آینده یک پزشک موفق باشم و حتی توی دوران دبیرستان به این فکر میکردم که خب چه تخصصی میخوام بخونم و در واقع به این چیزا فکر میکردم. و در کنار اینا یادمه که خیلی از همون زمان خیلی به آموزش و تدریس و اینا علاقه داشتم و یادمه که شغل استادی دانشگاه خیلی بر من جایگاه بالایی داشت، خیلی از شأن و مقام اجتماعی بالایی برخوردار بود و خیلی دوست داشتم در کنار این که میخوام مثلا یه پزشک موفق باشم در واقع یه استاد دانشگاه هم باشم. و این حالا چیزی بود که من بهش علاقه داشتم، ولی خب بحث کنکور و اون زمان انتخاب رشته که میرسه آدم علاوه بر علاقه به یه سری چیزای دیگه هم فکر میکنه. من یادمه که خب اون زمان دیدم خب رشته پزشکی خیلی به هر حال رشته سختی هست، کشیکایی که داره یا اون حس مسئولیت پذیری و فداکاری که داره، دیدم که خب یه ذره این سخته و یکم شاید این علاقه کمرنگ تر شد برای من. دیدم حالا رشته های دیگر رو هم در نظر بگیرم. آره، بعد و حالا اینجوری بود که وارد رشته دندون پزشکی شدم و میتونم بگم خیلی خوشحالم الان از این رشته. و یک جنبه دیگه ای که من خیلی دوست دارم اینجا توی رشته دندون پزشکی به خاطر همین ارتباط با بیماران و این کاری هست که در واقع میتونیم برای بیماران انجام بدیم و شاید به نوعی اون جنبه‌ای که حالا من میگم به تدریس و آموزش خیلی علاقه داشتم، اینجا در ارتباط با بیماران همون آموزش بهداشته یا مثلا اینها خیلی برام این رشته رو جذاب‌تر کرده، علاوه بر اون حالا چیزای دیگه‌ای که داره و قشنگی‌های خودش، حالا چالش‌هایی هم داره که حالا صحبت می‌کنیم. ولی همش که میگه این تعامل مستقیم‌تر با بیمار. آره. یه پوینتیه که تو کار ما خیلی ملموسه، یعنی صبح شما مشغول میشی به کار تا بعد از ظهر حالا بعضن 6 تا 7 تا دونه بیمار داری می‌بینی و هر کدوم باره یه روحیات متفاوتی و بارها مراجعه می‌کنم به اون، یعنی میشه به نوعی در واقع بیماری که سال‌های سال میاد و مراجعه می‌کنه و این ارتباطه فرصتیه که شاید آره توی ایت پزشکی کمتر اتفاق بیفته. آره دقیقاً.
و این ارتباط نزدیکی که حالا حتی دندونپزشک نسبت به پزشک خب خیلی ارتباط نزدیکتری داره با بیمارانش و این حالا من توی دانشکده مثلا این جنبه رو خیلی دوست دارم که همین آموزش بهداشتی که به یک بیمار میده و این باعث میشه که حتی بیشتر از اون درمانی که حالا توی جلسه براش انجام میدی از درمان‌های بعدی جلوگیری بکنه این خیلی برای من جالبه و دوست دارم. خیلی خوبه که وقت می‌ذارید برای این چیزه. این بخشی که توی کار شخصی هم بعد وقتی بهش می‌پردازی اثرش رو دریافت می‌کنی. چون واقعا این که شاید من گاهی میگم یه فرصتی که ما تو دندونپزشکی شاید خیلی اوقات برامون ایجاد بشه واسه کمکاری یا کم‌لطفی که گاهی اوقات همکار خودمون دارن، مثلا یه معاینه کوتاه یکی دو دقیقه‌ای که خیلی تو دلش اون انتقال پاسخ به سوال در واقع بیمارم نیست، معمولا در دراز مدت هم نمیتونه خیلی فیدبک مثبت بده. وقتی اون جلسه معاینه یه مقداری درگیرتر میکنی خودت رو، یه مقدار نزدیکتر به دغدغه‌ها فکر میکنی یا متناسب با اون ریکامند میدی، بیمارم خیلی خوب این فیدبک رو در دراز مدت به کارمون به پرکتیسمون برمیگردونه. و خب تو دوره دانشجویی یه مقدار در واقع دیکتاست برامون، ولی بعد که تو مطب انجامش میدیم اون به نوعی نگرشی که خودمون داریم روی اثر بخشی اون آموزش میدونیم که اینه که همینطور گفتی میتونه پیشگیری بکنه و یه کاش که همینجوری هممون نگاه بکنیم توی مطبمون. خب از تقریبا به شکل در واقع یه مدار هدایت شده و انتخاب شده دندونپزشکی رو انتخاب کردید برای مقطع کنم، دوره تحصیل چطور گذشته تا به الان؟ خیلی خوب بوده. من واقعا دوران دانشجویی میتونم بگم که بهترین دوران عمرم تا به اینجا بوده. حالا در ادامه نمیدونم چی پیش میاد، ولی تا اینجا خیلی خوب بوده و دوست داشتم. هر جوری که خودتون بخواید تدارت میشه برای تن. یه دوره بومی مشهد هستید هم دکتر یا نه؟ آره همینجا هست، خانواده مشهد ساکن. تو دوره تحصیل خب تا یه مقطعی فعالیتمون فعالیتی که خب طبق کوریکولوم آموزش رو دریافت اون چیزی هست که سر کلاس به اون آموزش داده میشه، ولی خب شما ورای اون انتظار عمل کردی تا به الان، خودت رو فعالانه و در واقع میشه گفت خودانگیخته درگیر کردی توی امر پژوهش و توی امر به نوعی آموزش مهارت‌های که حالا میخوام دیتیل بیشتری ازش دریافت بکنیم. پیش از همه میخوام از انگیزه بدونم. دوره دانشجو رو من میگم دوره طلایی هست، چون زمان کافی داری برای اینکه به دغدغه‌های اضافه بپردازی. بعدها تو کار واقعی شاید گاهی اوقات دوستم دارم یه کارهایی رو انجام بدم، ولی شاید اصلا دیگه زمانم و اون محدودیت‌هایی که دیکته میشه شرط خانواده و شرط دیگر ممکنه دیکتش بکنه نذاره. ولی دوره دانشجویی فضای خوبی برای اینکه به فعالیت‌های اکسترا بپردازه آدم. میخوام از انگیزه های شما بدونم برای این نوع از فعالیت هاتون و حالا بعد باز بحث رو ادامه بدم. اگه من خب میگم به بحث آموزش و اینو خیلی علاقه داشتم خودم و حالا اینکه فعالیت های مختلف رو فکر میکنم توی دوران دانشجویی این مسئله خیلی راحت تره به قول خودتون که حالا مثلا آدم یه سری چیزها رو امتحان میکنه اصلا ببینه مثلا دوست داره توی اون حوزه مثلا فعالیت بکنه یا نه، و این توی دوران دانشجویی خیلی راحت تر از اینه که حالا مثلا شما دیگه دوران مثلا دانشجوییتون تموم میشه و حالا من بخوام برای پژوهش مثال بزنم، خب مثلا یادگیری همین بحث مقاله نویسی و پژوهش و اینا توی دوران دانشجویی به نظرم خیلی راحت تر از اینه که حالا مثلا شما رزیدنت میشی یا مثلا استاد دانشگاه میشی و اون موقع خیلی این کارا سخته. توی فعالیت‌های دیگه هم همینطور، من تو خیلی دوست داشتم که آدم فعالی باشم، واقعا راستش خیلی با بیکاری میونه خوبی نداشتم و از اون طرفم حالا اون علاقه به آموزش و اینکه این هم در من وجود داشت و باعث شد که یه ذره فعال‌تر باشم توی این زمینه. می‌دونی به اینکه انگیزه داشته باشم برای اینکه یه گام برم جلوتر ممکن خیلی همون انگیزه رو داشته باشیم، اون چیزی که سخته به عمل در آوردنش معمولا. آره. یعنی مدیریت زمان رو به عنوان یه مهارت من بهش نگاه میکنم، همش میگم که بتونم زمانم رو بهینه مدیریت بکنم، این اون شاید مهارت کلیدیه که تو هر مقطعی البته کارآمده، تو دوره دانشجویی هم کمک میکنه که زمانا رو بهتر بتونیم مدیریت بکنیم. الان دوره کووید رو نمیگم، ولی شرط عادی توی یه سال عادی در شرط غیر کرونا
یه 24 ساعت پیش رو میخوام ببینم شمیمه عزیز چطور مدیریت میکنه. چند ساعت در روز میخوابی؟ اینجوری بپرسم. از صبح تا شب و تو یه روز معمولی حالت عادی که دانشگاه میرفتی اگه بخوای توصیف بکنی چطور توصیفش میکنی؟ همون 8-9 ساعت تقریبا دیگه. فکر میکنم نیازه 8 ساعت که از صبحش رو میخوام با دیتیل بشنویم. یه روز معمولیه خامت اصلا چطور تقیم شد؟ نه خب صبح تا ظهر که الان مخصوصا این ترم تابستون ما که تقریبا اینجوری بود که صبح میرفتیم دانشگاه تقریبا هر روز بخش داشتیم تا ساعتهای مثلا دیگه خیلی به موقع تموم میشد مثلا 2 میرسیدیم خونه حالا یه استراحت و خواب و نهار و برنامه اینجوری و دیگه بعد از ظهر حالا یا مطالعه کتاب یا زبان مثلا میخوندم یا به هر حال یه سری فعالیت‌های اینجوری یه بخشیش هم حالا بستگی داشت مثلا کارهایی که حالا می‌خواستیم مثلا توی انجمن علمی اگه کارگاهی داشتیم هماهنگی اونا رو انجام می‌دادم یه سری کارهای اینجوری و در کنار حالا اون تایمی که برای درس خوندن و اینا بعضی روزا دیگه داشتیم و یا امتحان داشتیم و اینا دیگه اینجوری بودش. فعالیت‌های صنفی رو چطور مدیریت می‌کنی؟ الان مثلا انجمن علمی فعالیت‌هاش چطور برنامه‌ریزی میشه؟ خب بستگی داره مثلا بعضی از اوقات دیگه برگزاری وبینار هستش بعضی اوقات کارگاه‌های عملی هست که با استادا صحبت می‌کنیم اگر که تایم داشته باشن و افتخار بدن به ما باهاشون هماهنگ می‌کنیم که بتونیم کارگاه و در واقع کلاس‌های عملی و حضوری و حالا حضوری که الان خیلی سخت شده ولی خب بر وبینار و اینا بیشتر حالا میگه سخت شده ولی حضوری ایمپلنت رو همین یه ماه پیش برگزار کردید فکر آره اونم یه جلسه چقدرش حاصل سماجت شماست و چقدر میخوام ببینم چطور ببین مثلا یه دوره آموزش مهارت ایمپلنت رو برگزار کردید برای دانشجو که برای خود من خیلی پایت مثبتی بود چون واقعا ببین ایراد اصلی اینه که این مهارت رو تو کوریکولوم رسمی و معمول دانشجو آموزش نمیبینه و بعد وقتی فارغ التحصیل میشه ناچار میشه بره و خارج از دانشگاه دنبالش بکنه. یه اقدام موثری که خامته کلید زده برای دانشگاه دندانپزشکی مشهد اول از همه خب فعال کردن انجمن علمی هست که در مورد اون باز حتما میخوام جدا صحبت بکنیم برام. اما این فعالیت روی آورده به آموزش مهارت‌های کلیدی که دندانپزشک نیاز داره و بعضن دانشگاه دریافتش نمیکنه. دوره مهارتی ایمپلنتی که برای دانشجو برگزار کردی برای خود من خیلی جذاب بود چون میدونستم واقعا چقدر اینجا نقص وجود داره و همه دارن بیرون هزینه میکنن براش ولی خب شما شرایطش فراهم کردی با همراهی اساتید عزیز دانشگاه دندانپزشکی مشهد که در دانشگاه برگزار شد. این فرصتی که قطعا دانشجویان هم قدردانش هستن و در واقع این تلاشی که حتما خیلی خوب دیده میشه. خب من میدونم که یه چنین فعالیتی نیاز به پیگیری، ممارست و سماجت داره. چیزی که قطعا به خرجش دادی تا این اتفاق رقم خورده. برای من از فعالیت انجمن بگو. از اینکه چه نیازی رو پاسخ نداده دیدی تو کوریکولوم معمول که بعد رفتی سراغ فعال کردن انجمن. آی دکتر من اول بگم که این لطف اساتید بود آقای دکتر معین تقوی و دکتر قنبرزاده و دکتر نخعی که بر بخش پروتزش بودن و لطف کردن همکاری کردن با ما برای این کارگاه ها. خب یه چیزی که هست من فکر میکنم ایمپلنت شاید یه زمانی یه درمانه حالا به قول معروف خیلی لاکچری بوده و خیلی مثلا فقط یه عده خاصی میتونستن بزنن ولی الان یه چیزی که شاید همه باید همه دندون پزشکا باید یاد داشته باشن. خب خیلی از بیمارا یعنی کسایی که مراجعه میکنن اینجوریه که حداقل یکی دو تا دندون ممکنه نداشته باشن. خیلی ها حالا جدای از اون مریضایی که خب به هر حال بهداشت رعایت میکنن اینا خیلی ها مشکلات دندانی دارن و خیلی خوبه که اینو همه دندون پزشکا به یه حد حالا نمیگم عالی تا یه حدی بلد باشن و بتونن این نیاز مریضا رو رفع بکنن. و خب ما میدیدیم که من خودم از دوستان خودم که به هر حال فارغ التحصیل شده بودم میدیدم که هزینه های دوره های ایمپلنت رو که در واقع بیرون میخوان شرکت بکنن خیلی براشون زیاده. هنوز اول کار یا مثلا هنوز دارن طرح میرن خب اینا خیلی براشون زیاده و از طرفی هم خب واقعا دارن مریضایی که مثلا خیلی نیاز دارن به این درمان
و توی دانشکده هم همونطور که گفتین خب نیستش، یعنی اینقدری که بخواد درست آموزش داده بشه. شاید ما الان هم که به خاطر کرونا مثلا یه بخشش که اصلا به صورت ایمپلنت نظری که حالا به صورت آنلاین کلاساش گذاشته میشه و یه فیلم آموزشی براش گذاشته میشه و ایمپلنت عملی هم خب به اون صورت داریم توی دانشکده کوریکولوم میشه، ولی به اون صورت نبودش که برگزار بشه. این هم آقای دکتر منتقوی لطف کردن، حالا قراره که از این به بعد این آره این با اون شرکتی که اومدن برای ما یه سری وسایلی رو آوردن که بچه ها تونستن انجام بدن، در واقع ایمپلنت بذارن روی مدل و اینا، قراره که این ادامه داشته باشه. و خب این خیلی احساس نیاز ایجاد شده بود که هم میگم به خاطر حالا اینکه دوره خیلی کاملی شاید نبود توی دانشکده و باعث شد که اینو من به ذهنم رسید که با آقای دکتر صحبت بکنم، بگم اگر امکانش هست مثلا همچین دوره‌ای برگزار بشه. اصلا اون موقع نمیدونستم که میشه مثلا این کارو بکنیم به صورت عملی به بچه‌ها یاد بدیم یا نه، که آقای دکتر حالا که دیدیم میشه دیگه سمستر بعد دنبالش رو بگیر ادامهش بدیم. فیدبک شرکت کننده ها چی بود؟ خیلی بچه‌ها راضی بودن، خیلی دوست داشتن، بچه‌ای که به من گفتن که خیلی واقعا خوششون اومده بود و دوست داشتن که بازم این دوره برگزار بشه. ما خودمون توقع نداشتیم این همه بخوان شرکت بکنن، ظرفیتمون خب خیلی کم بود به خاطر کرونا، میخواستیم نهایتاً مثلا بین 15 تا 20 نفر ثبت نام بکنیم، ولی همون اول شاید 60 نفر گفته بودن برای ثبت نام. و آره و یه سری از بچه‌ها که میگم قرار تم آینده به صورت عملی داشته باشن و حالا ما اونا رو گذاشتیم برای واحد خودشون، ولی خب بچه های دیگر رو دعوا گفتیم که ثبت نام بکنیم. انجمن فعالیت متمرکزش رو چطور دنبال میکنه تو سایر دانشکده ها؟ آیا همگرایی وجود داره؟ سیاست گذاری وجود داره؟ یا نه در هر دانشکده مجزا و مستقل دنبال میشه؟ تقریبا الان مستقل هست، یعنی یه سری گروه هایی هستش که مثلا اطلاع رسانی میشه، حالا کارگاهی که گذاشته میشه، ولی اینکه بخوان مشترک باشن فکر کنم خیلی کمه که مثلا دو تا دانشکده با هم بخوان یه برنامه مشترکی رو اجرا بکنن. اکثر برنامه‌ای که گذاشته میشه، حالا مخصوصا وبینار و چیزا اینجوری که الان بیشتر هست، هر دانشکده‌ای برای خودش داره و اینا در نهایت اطلاع رسانی میشه و به صورت کشوری دیگه هر کس بخواد میتونه ثبت نام بکنه دیگه، حالا با موضوعات مختلف. تو دانشکده دیگه هم تلاش چینی شاید بشی، میدونم که آیه تو امید گاهی اوقات میبینم سریالشون برای تو کت خدا که شاید بشی دارای این چنین برای دانشجو برنامه‌ریزی میکنم به طور ویژه برای ایمپلنت. جای دیگه هم تجربهش هست دنبال میکنی؟ یه مدرسه ایمپلنت دانشکده شهید بهشتی یادم گذاشته بودن، خیلی اطلاعی ندارم دقیق راجبش، ولی خب دوره های ایمپلنت رو راستش من ندیدم، ولی خب وبینار خیلی خوبی، هم وبینار هم کارگاه عملی خیلی خوبی برگزار میکنن دانشکده های دیگه. حالا میگم اینجوری نیستش که مشترک باشه، مخصوصا به خاطر شرایط الان شاید این سفره خیلی سخت‌تر شده. مثلا قدیما بیشتر مثلا من خودم تهران اگر برنامه‌ای بود دوست داشتم شرکت بکنم، الان خیلی کم شده. یعنی ذره خب همینطور توی این دوره دانشجویی فعالیت رو خودت یعنی هدایت کردی به سمت کار با کمیته تحقیقات پژوهشی، چقدر الان همراهی داری؟ الان شاید خیلی کمتر از قبل. من یه پس زمینه بگم از ورودم به کمیته تحقیقات، و من تقریبا 6 سال پیش بود که تقریبا همچین روزایی بود، هنوز به طور رسمی شاید دانشجو نشده بودم، کارت دانشجویی اینا نداشتم، ولی خیلی دوست داشتم که اون موقع خیلی ذوق دانشجو شدن و اینا رو داشتم و یادمه که توی کانال ها و گروه های دانشکده عضو بودم، دانشگاه حتی، و یه برنامه‌ای که اولین جلسه‌ای که در واقع تو شرکت کردم جلسه معارفه کمیته تحقیقات بود که یادمه توی اون جلسه آقای دکتر خاکی که از رزیدنت‌های ارتودنسیمون بودن فکر می‌کنم اون موقع صحبت میکردن و اصلا همین باعث شد که من خیلی جذب این در واقع کمیته تحقیقات بشم. اینقدر راجع به جذب کمیته تحقیقات و این همکاری و این فضای دوستانه‌ای که اونجا وجود داره گفتن که من علاقه من شدم. بعدش
یادمه که یکی از دوستان من توی هسته مرکزی کمیته تحقیقات بود، باش صحبت کردم و اون موقع آقای دکتر دادمهر که الان رئیس الان در واقع رزیدنت گروه جراحیمون هستن، دبیر کمیته تحقیقات بودن که بعد من با ایشون صحبت کردم و وارد کمیته تحقیقات شدم. و یادمه من خیلی اون موقع علاقه داشتم به کلن پژوهش و اینا، کارگاه های پروپوزال نویسی و مثلا کارگاه های پژوهشی، مقاله نویسی و همه چی توی دانشکده دندون خیلی کمتر برگزار میشد. اون موقع شاید مثلا یکی دو سال بود که کمیته تحقیقات دانشکده دندون از دانشکده پزشکی جدا شده بود، ولی خب دانشکده پرستاری مامایی یادمه که خیلی کارگاه برگزار میکردن و من اونجا شرکت میکردم، با اینکه خیلی دور بود یادمه که خیلی علاقه داشتم و میرفتم. و اینجوری بود که دیگه وارد کمیته تحقیقات شدم و جریان کنگره ها رو هم تعریف بکنم. میخوام ببین پوینت مثبتش اینه، میخوام بدونیم که بعد میخوام وارد اون مرحله بشم که این نوع فعالیت چه کمکی بهت کرد؟ قطعا باید ترسیم بکنه اون چارچوب کلی رو، بعد من سوال بعد هم مطرح بکنم. این که آره فعالیت در کنگره ها رو میخوام از انگیزه های خودتون بگی، بعد من سوالم رو باز اون واقع هم کرد. خب من یه پس زمینه ای داشتم راجع به پژوهش اگر بخوام بگم. کلا من پدرم از اساتید دانشگاه فردوسی هستن، یادمه که 8-9 سالم چه گروهی فعال هستن؟ کشاورزی هست. بله. من وقتی که تقریباً 8-9 سالم بود یادمه یه سری کارهای تحقیقاتی انجام میدادن با محققین کشورهای دیگه از سوئیس و ایتالیا و کشورهای دیگه بودن. و اون زمان خب اینا میومدن ایران یادمه و حتی مهمون ما بودن برای مدتی و خیلی این ارتباطه برای من قشنگ بود، خیلی دوست داشتم این همکاری رو. و این شاید یه پس‌زمینه ذهنی بود که باعث شد من، یعنی یادم علاقه داشتم که وقتی خودم بزرگ شدم همچین ارتباطی رو داشته باشم. این شاید اون موقع از راه همین در واقع مسیر پژوهش و ارتباطات علمی و اینا بودش. و این توی ذهن من مونده بود، حالا وارد دانشگاهم که شدم اصلا علاقه من شدم به خاطر همین صحبتهایی که میشنیدم و همین جوی که وجود داشت. و واقعا هم کمیته تحقیقات خیلی برای من دوست داشتنی و جالب بود، آشنایی با آدمایی که اونجا بودن و خیلی در واقع فضای دوستانه و خوبی داشت. خب یه استراحت کوتاه رو داشته باشیم، برگردیم من سوالاتم رو خدمتتون بگم. همینطور یه سوال رو اینجا حالا جا داره که خدمتتون مطرح بکنم. ببینید این که من خودم رو درگیر مسیرهای موازی بکنم تو دوره تحصیل، اول اینکه یه فعالیت خودانگیخته است در واقع. من باید این نگاه داشته باشم که این نوع فعالیت سودمنده برام و بعد درگیرشم. دوم که اشاره کردید توی این مسیرهای موازی هست که شما آدمهای جدید رو با نوع نگرشهای جدید میبینید و اینه که بیشترین تأثیر رو شاید میگذاره تو انتخاب مسیرمون یا تو مودیفای کردن مسیرمون. خیلی اوقات من خیلی اوقات شاید اینجوری عنوان میکنم، میگم که موثرترین کاری که در دوره تحصیل من میتونم انجام بدم اینه که خودم رو در معرض افکار، نگاه ها و مسیرهای موازی قرار بدم. هرچی که شما تنوع میدید آدم های اطرافتون رو و با نگاه های جدید مواجه میشید، پنجره دیدتون بزرگتر هست، انتخاباتون مناسب و مؤثرتر هست و معمولا نتیجه خروجیش اینه که تصمیم سریعتری میگیرید. ببین امروز یه چالشی باهاش مواجه هستید، شمایی که تو مسیرهای موازی گام برداشتی و با نگاه مختلف آشنا هستی، راحتتر، سریعتر تصمیم میگیری، راحتتر اقدام میکنی و اینا همش و همش در دراز مدت میشه اون چیزی که ما بهش میگیم پیشرفت. شاید به همین سادگی اتفاق میفته ولی خیلی کار سختیه، درسته؟ میخوام تجربه خودتون باز به من بگید توی این مسیرهای موازی اون چی که دریافت کردی چیا بوده؟ دقیقا همینجوری که میگین هست. من خیلی دوست داشتم واقعا توی جاهای مختلف قرار بگیرم، با آدم های مختلف آشنا بشم، شاید به خاطر همین بوده خیلی وقتا. و تجربه که دریافت کردم خب نمیدونم از چه لحاظ بگم، به نظرم
خیلی تجربه های خوبی کسب کردم توی این مسیر، یعنی هم توی بحث پژوهش هم حالا چون من همیشه میگم اون وقتی وارد دانشگاه میشه به هر حال یه مسیری رو داری، یعنی باید یه سری درس ها رو بخونی، یه سری امتحان ها رو بدی، این یه چیزیه که خب همه دارن. اون چیزی که در واقع تو رو متفاوت میکنه از بقیه اینه که بتونی کارهای دیگه رو در کنارش انجام بدی، و این برای من خب خیلی تجربه های قشنگی داشت و خیلی دوست داشتم که بتونم تا اونجا که میتونم فعال باشم، یا لااقل بتونم برای حتی دوستان خودم مثلا کاری مفیدی رو انجام بدم، هم تو بحث آموزش، هم حالا این بخوام راجع به مثلا کمیته تحقیقات و انجمن علمی بگم، این فعالیت خیلی برام قشنگ بود و تجربه خیلی قشنگی رو برام داشت. حالا منظورتون همین بود دقیقاً؟ منظورم همینه. حالا میگی تجربه قشنگ، من همون رو در واقع میتونم به اشکال مختلف تعبیرش بکنم. اون نتورکینگی که اتفاق میفته بعد کمک میکنه میونبرها آدم پیدا بکنه، آدم جدید وقتی با مثال میگم اینجا که دانشجو دوره دندانپزشکی بدونه که اینا مسیرهایی که میتونه در واقع روش متمرکز اقدام بکنه و نتیجه دریافت بکنه. تعاملی شما با اساتیدتون حتما براتون گشاد، چون فرصت هایی رو در اختیارتون ممکنه قرار بده، یا جایی ممکنه بهتون کمک بکنه که همونطور گفتم سریعتر تصمیم بگیرید. این خودش خیلی جاها ممکنه ارزش باشه. اینکه حضور پیدا میکنی توی مثلا مطب همکار استادتون یا همکارتون، خود این آشنایی با نوع نگرش اون همکار یا نوع تعاملش با بیمارانش معمولا درس براش وجود داره و براش در واقع ممکنه بتونی یه جاهایی بعد تو کار خودتون ازش به شکل چشمی کمک بگیرید. من میگم نتورکینگ کمک میکنه که شما با اون صنعت، با اون صنعتی که توش درگیر هستی، فرق نمیکنه کجا، چه دندان پزشکی چه هر صنعت دیگری، دید بهتر و عمیق‌تری پیدا میکنی رو متغیرهایی که اون صنعت اثر گذارن. میگن برای اینکه یه کار رو، یه کسب و کار رو، یه پرکتیس رو بتونی بهتر مدیریت کنی و رشد بدی، اولین گام شناخت اون صنعت هست، شناخت بازار هدفش هست، شناخت متغیرهایی که توش تاثیرگذارن. اینه که بعد توی کار کلینیکی تمایز ایجاد بکنه، باعث میشه یه دندانپزشک بشه، دندانپزشکی که مطبش زود رشد میکنه و یه همکار دیگری رشد ارگانیک رو تجربه بکنه. این شناخت عمیق‌تر از کجا حاصل میشه؟ از همین سعی و خطاها، از همین در معرض قرار گرفتن هایی که شما آگاهانه انتخابش میکنی و بعد نتیجه‌اش دریافت میکنی. این انتخابیه که دانشجوی عزیزمون باید بدونه در اختیار همه فرصتش برابر هست. مهم اینه که من چقدر خودانگیخته برم دنبالش و از این فرصتایی که تو مسیرم قرار داره استفاده بکنم. این نگاه اگر انتقال پیدا بکنه، من احساسم اینه که خیلی از دانشجویان عزیزمون بتونن موثرتر از اون 6 سالی که همونطور گفتی هممون داریم طی می‌کنیم، بتونن مفیدتر استفاده بکنن یا مفیدتر بهره بگیرن. خب دوره تحصیل 6 سال تقریبا خب رو به انتهاست. تو بخش‌های مختلف تجربه‌های مختلفی کسب کردید. البته همیشه میگیم واقعا تا بعد درگیر کار کلینیکی نشه آدم شاید نتونن علاقه رو خیلی صحیح تشخیص بده، یه مقدار تشخیص دچار بایاس بشه. اما الان توی مقطعی که امروز هست، شمیمه عزیز کدام بخش رو ترجیح میده برای کار عملی؟ با کدوم بخش ارتباط بهتری برقرار کرده؟ یه دونه بخش نیست آیدیتور، تقریبا من خب خیلی از بخش رو دوست دارم. بخش جراحی رو خیلی دوست دارم، بخش پریو. چرا هاشو به هم بگو؟ خب طبیعتا شاید به خاطر اساتیدش هم هستش که، یعنی اون اول آدم جذب یک حالا رشته‌ای میشه، و بخش جراحی، بخش ترمیمی و بخش اطفال هم خیلی دوست دارم. جدیدن خوش دادم پریو نگفتی. نه پریو با جراحی من تقریبا توی یه فیلت هست دیگه. حالا خبتی این خودش دلخوری بیشتر داره. نه پریو هم واقعا خیلی دوست دارم، منظورم کلا کار جراحی بودش، یعنی آره. و بخش اطفال رو شاید به خاطر اینکه مریض اینترمم خیلی بچه خوبی بوده، کلا خیلی دوست دارم این ستا رشته رو. حالا
ولی رشته که دوست ندارم هم رشته اندو هست. خیلی رشته پر استرسیه به نظرم. حالا نمیتونم بگم خیلی من واقعا تحسین میکنم اساتیدی که توی این رشته کار میکنن، ولی برای خود من خیلی رشته سخت و آره پر استرسیه. این که نمیبینی داری چی کار میکنی و کاملا حسی باید کار بکنی. ولی خب تقریبا همه رشته ها رو دوست دارم به نوعی، حالا ولی شاید یه ذره بیشتر به رشته های جراحی، حالا پریو و اینا خیلی هم شبیه هم نیستن، ولی از اون بر اطفال هم دوست دارم. این که میگی بیشتر دوست دارم، آیا میخوام بدونم به معنی این هست که به این فکر میکنی که برای تخصص ادامه بدی تو این رشته ها یا نه؟ نگاه نسبت به دوره تخصص چی هست امروز؟ من با اساتیدمون که صحبت میکردم، خب زمان قدیم با شاید با هزینه خیلی کم بعد از اینکه فارغ التحصیل میشدن میدونستن که چی کار دقیقا باید بکنن، یعنی اون اینکه خب میخوام مثلا مطب بزنم یا خیلی براشون به نظرم روشن‌تر بود راهشون. ولی الان یه ذره این قضیه مبهم شده، یعنی من خودم واقعا الان نمیتونم تصمیم بگیرم که میخوام وارد رشته مثلا یه رشته تخصصی بشم یا چه مسیر رو انتخاب بکنم. ولی خب فکر میکنم که دوران طرح دوران خیلی خوبیه که آدم بتونه یه ذره تجربه هاشو در واقع بیشتر بکنه، بعدش تصمیم بگیره که اصلا به چه رشته ای علاقه داشت. من تو دانشگاه مثلا با همین دو سه تا مریض اطفالی که دیدم یا مثلا چند تا مثلا دندونی که کشیدم نتونم واقعا اونجوری که باید درست تصمیم بگیرم. یعنی الان احساس میکنم علاقه دارم، ولی خب از اون برم میدونم که چقدر این رشته ها سخته، بعضیشون چالش داره. خب اینها رو هنوز اصلا تجربه نکردم و دوست دارم یه مدتی حداقل دوران طرحمو بگذرونم و بعدش بخوام حالا به این فکر کنم که میخوام تخصص بخونم یا چه رشته ای. بسیار خب، مرسی خانم دکتر توضیحتون. بیایم یه فضای رو تجسم بکنیم. فکر میکنیم که تمام شد دوره تحصیل و طرح رو شروع کردید توی درمانگاهی. حالا مثال میزنم، مثلا توی ترقبه توی درمانگاهی شروع کردید به کار عملی. فکر میکنید تو روزهای اول اصلی ترین وجهی که برات باعث نگرانیه و فکر میکنید چالش ممکن است باشه برات، ممکنه چی باشه؟ برای خودم یا برای خودت؟ برای خودم خب قطعا اول به خاطر اینکه آدم تجربه نداره شروع کار خیلی سخته. اینکه دیگه نظارتی نیست تو دانشگاه، خیال راحتی که استاد هست در نهایت چک میکنه و حالا اگر جایی اشتباه باشه تذکر میده یا میشه اصلاحش کرد. ولی شاید بیرون دیگه بخوای کار بکنی، حالا توی دوران تر فقط خودتی، یعنی خودتی و وجدان خودته که حالا بخوای یه کاری رو درست انجام بدی. و نمیدونم، شاید بزرگترین مشکل همین شروع کار باشه که سخته، یه ذره ترس اولیه‌ای که داره. ترس از تعامل با بیمار نه. یا ترس از طرح درمان جامعه دادن؟ ترس از اینکه آره مثلا درمانی که میخوای بدی درمان درستی باشه با اینکه مثلا تو تجربه نداری تازه میخوای شروع بکنی، یا مشکلاتی که ممکنه این کار مثلا پیش بیاد. حتی نمیدونم، شاید البته شاید خیلی کم باشه این، ولی خب نمیدونم به خاطر همون کم تجربه بودنه اینا هستش به نظر من. یه سر خطایی که باید طی شه دیگه، برای همه باید اتفاق بیفته. در اون گام به گام باید همین مسیر طی شه تا اون اعتماد به نفس کسب شه و بتونم طرح درمان. من همیشه میگم توی مواجهه با مخاطب اصلی ترین کاری که ما معمولا باید انجام بدیم اینه که بتونیم اون حس اعتماد رو به بیمارمون بدیم. کسی که نشسته رو یونیت احساس کنه که در دست فرد صحیحی قرار گرفته برای درمان. گاهی اوقات خیلی شفافه برامون که میخوام چیکار بکنیم، ولی وقتی میخوایم انتقالش بدیم خب بعضا ممکنه خصوصا اول کار اون اعتماد رو باید در صدای من، در نوع برخورد من دریافت بکنه تا با خیال راحت بشینه و درمانش رو انجام بده. و این هم چیزی نیست جز این که با سعی و خطا و با تکرار و تکرار در واقع به مرور کسب بشه. این که همچی گفتید، این من حالا چون میپرسم، خیلی وقت میپرسم، معمولا این دوتا هیته اصلی که بچه ها باش بیشتر استرس براشون، یکی مدیریت ارتباط با مراجع و مخاطبه، چون همطور گفتی دانشکده وقتی میاد آمده است برای اینکه به نوعی در واقع پذیرفته است قواعد حضور در دانشکده رو، ولی وقتی بیرون داره این اتفاق میفته خب آمده و چون داره هزینه میکنه انتظار دریافت یه سرویس
متفاوت رو داره و این یه مقدار خودش بار ذهنی ایجاد میکنه. و چالش دوم خیلی وقت وقتی میپرسم همینی که میگه که من خب چون دانشکده بخش بخش درمان رو انجام دادیم، اون درمان جامعه هم حالا یا بیمارش نبوده یا واقعا شرطش نبوده، اینکه یه بیمار رو کل ببینم و بدونم که توی این کل گام به گام یک دو سه باید چی باشه، اینم اون چیزیه که معمولا شاید اول چالش باشه و بعد نیاز به سری خطا حل بشه. بسیار خوب. من فکر میکنم توی این ارتباط دندون پزشک با بیمار باید یه جوری باشه که یعنی خود بیمار متوجه بشه که مثلا یک دندون پزشک داره از روی حالا دلسوزی یا واقعا اون چیزی که درست هست رو ارائه میده، یعنی اینم باید به بیمار منتقل بشه گاهی وقتا. به قول شما حالا یه وقتایی ما حوصله نداریم یا خیلی توضیح نمیدیم برای بیمارا، در صورتی که خب اگر همینو براشون توضیح بدیم خیلی منطقی تر قبول میکنن یا خیلی این مسئله ارتباط راحت تره واقعا. این که گفتی یه تجربه من بگم همیشه گاهی اوقات این مسئله از بیمار ممکنه بشنوید. بیمار توی پرکتیس شخصی تا وقتی بخواد به شما برسه چند گامو طی کرده، مثلا تماس گرفته، اول در تماس با پذیرش بوده، بعد اومده پذیرش، حالا براش وقت گذاشتن برای معاینه، بعد اومده جلسه معاینه یا بعد مثلا اومده درمان. وقتی به شما میرسه معمولا چند تا استپ رو رد کرده و تو اون چند تا استپ حالا به حال فرصتاییه که شما و تیمتون دارید برای اینکه اون اعتماد رو بسازید. پذیرش چطور پاسخگویی میکنه، چقدر اعتماد رو ایجاد میکنه، چقدر اون دقت و نظمش کمک میکنه که بیمار هدایت شه سمت درمان. گاهی اوقات اون معاینه میخوام بگم خیلی کلیدیه. حتی اون معاینه اگر صحیح پیش بره شاید ضعف‌های دیگه سیستم شما رو هم بتونه پوشش بده. یعنی اگر تو پذیرش هم ضعف داشتید، یه جایی بیمارتون هم عصبانی کرد سیستم یا مثلا وقتش خوب تنظیم نشد، بالانس نشد، وقتی میاد پیش شما، اگر شما با عنوان پزشک اون وقت و انرژی کافی رو صرفش بکنی و احساس کنه که اینجا نوع برخورد متفاوتی رو دید، میدونی شاید بقیه کاسیه شما رو حتی چشم بپوشه و بازم مخاطب شما باشه. این یه فرصتیه که ما داریم توی دندان پزشکی، چون بیمارمون به هوش نشسته روی یونیت، اول اینکه در یک کامیکیشن مستقیم باش هستیم و دوم که فرصت خیلی ممتازی داریم برای اینکه بتونیم اون اعتماده رو با صدامون، با لحنمون، با نوع مشورتی که میدیم درش ایجاد بکنیم. همونطور گفتی این صداقته که اینجا خیلی خیلی ممکنه کارگر بیفته و خیلی کمک بکنه بقیه ضعف‌ها رو هم بزنیم کاور بکنه. خب همینطور اوقات فراغت اگر داشته باشی چطور الان سعی میشه؟ الان سعی میکنم بیشتر با کتاب خوندن، کتابای حالا غیر درسی و دیدن فیلم یا دیگه به هر حال اوقات فراغت تقریبا داره اینجوری میگذره. یعنی این ایام حالا بیشتر الان چون توی خونه مجبوریم بمونیم، در گذشته که حالا دیگه تفریحات دیگه ای هم بود، حالا بیرون رفتن با دوستان و اینا هم اوقات فراغت منظور میشد گاهی وقتا. الان فرصتش کم استراحت آره یا برنامه طبیعت گردی و اینجور جا. کووید حالا محدودیتش هممون میشناسیم. اگه بخوای این تهدید رو فرصتش رو برای خودت بگی، فرصتش چی بوده دوره کووید؟ من فکر میکنم بیشتر حالا میگم بحث این که آدم خب زمان خیلی زیادی رو داره، اگر بتونه همین اول برنامه‌ریزی بکنه برای خودش، بتونه یک مهارت جدید رو یاد بگیره، حالا یا اینقدر الان توی اینترنت حالا میشه کتاب و پی دی اف و نمیدونم فیلم‌های آموزشی راجع به چیزای مختلف پیدا کرد. خب هر کسی تو هر زمینه‌ای که علاقه داشته باشه میتونه برنامه‌ریزی بکنه، یک مهارت جدید برای خودش کسب بکنه، یا چون واقعا شرایط یه جوریه که الان کار دیگه‌ای نمیشه کرد توی خونه موندن، و بیشتر برای من اون جنبه آموزشه هست که حالا اگر به یه چیزی علاقه دارم سعی می‌کنم توی اون حیطه مثلا بیشتر یاد بگیرم و کتاب بخونم. این کسب مهارت حالا یه جایی میگم اینطور که تو فضای آینده، تو سالهای آینده اون چیزی خیلی تعیین کننده است برای اینکه یه فرد حالا صرف نظر از پوزیشنش تو هر شغلی و در هر حرفه‌ای میتونه مصداق داشته باشه، بتونه رشد رو سریع‌تر تجربه بکنه، دو تا ویژگی رو باید داشته باشه، یکی خلاقیت و یکی مهارت آموزی. مهارت آموزی میدونید گرایش و مهارت آموزی خیلی فرق میکنه، آدم ها خیلی متفاوت عمل میکنن در مواجهه با یه چالش.
اینکه من برم سراغ این که مهارتم رو ارتقا بدم، اون چالش رو راحت‌تر حل کنم، یا اینکه اون چالش رو چالش بزرگ ببینم که نمیشه ازش عبور کرد و مثلا مسیرم رو عوض بکنم. خیلی رفتارمون در مواجهه با این موقعیت فرق میکنه با هم. اما این دوتا مهارت، یعنی مهارت آموزی و خلاقیت رو به عنوان دوتا ویژگی اصلی میشناسن که در آینده، در فضای آینده کمک میکنه که راحت‌تر بتونی کسب و کارت رو روش بدی. چرا؟ چون فضا متغیره. وقتی فضا خیلی متغیره باید بتونی خیلی سریع با اون تغییر پاسخ بدی و اون مهارتی که امروز نیاز هست و دیروز نیاز نبوده رو بری سراغش. باز دوباره همون بحث همیشگیه. دانشجو میگه که انقدر پیشرفت کرده همه چیز که من فکر میکنم خیلی عقبم یا نمیرسم. پاسخ شما به اون دانشجو چیه؟ من همین فکر رو میکنم، یعنی باید آدم چند تا مهارت رو در خودش تقویت بکنه، از اون طرف هم خلاقیت رو داشته باشه که بتونه وقتی یک تغییر ایجاد میشه سریع خودش رو وفق بده با اون شرایط. و این خیلی مهمه. شاید اون دانشجویی که صرفاً مثلا وارد این رشته شده و از روز اول تا روز آخر فقط درس خونده و هیچ کار دیگه ای نکرده، شاید این تغییر براش سخت باشه. یعنی شاید خیلی کلیشه‌ای به نظر بیاد، ولی میگفتن که مثلا مولتی پتانسیل باشین و اینا هم هستش. یعنی در واقع آدم با چند تا مهارت رو توی خودش تقویت بکنه که بتونه تو همچین شرایطی سریع تغییر بکنه. و به نظر من هم همینطور واقعا درسته. خب همین مسئله من انتخاب کردی تو این کار؟ من سعی کردم و بیشتر اون چیزی که علاقم بوده رو سعی کردم دنبال بکنم. حالا اینکه چقدر موفق بودم و نمیدونم. خارج از محیط دانشکده مهارتی هست که فکر میکنین کمک بکنه به دانشکده و دنبالش رفته باشی خوده؟ مثال میگم، من ممکنه مثلا اینو من همیشه میگم آشنایی با مهارت‌های چیدن یک کسب و کار، یعنی بیزنس پلان چیدن، یا به نوعی در واقع آموزش‌های کسب و کار برای هر کسی کمک کننده است، برای فضای آینده و برای دانشجو به طور ویژه حتما کمک کننده است. چرا؟ چون ما خیلی وقت پیش فرما هستیم، ما خیلی وقت خودمون کارفرما هستیم. تو پزشکی شما میدی توی سیستم دیگری و اونجا درگیر کار برای سازمان بزرگتر یا سیستم بزرگتر میشی. در دندان پزشکی کماکان هنوز هم شاید بیشتر میل به اینه که شما به شکل مستقیم خودت یه سازمان یا پرکتیس رو روش بدی. قاطعا این مهارتیه که تو دانشکده بهش پرداخته نمیشه. انجمن علمی برنامه‌ای براش داره؟ نمیدونم، شاید بتونیم در آینده بذاریم. ولی مشابه این مهارت چه مهارتایی رو میشناسید که حالا یا خودت انتخابش میکردی برای اینکه توشون وقت بگذاری، یا فکر میکنی مفید فایده است؟ خب این چیزی که الان شما فرمودید شاید قدیما تحت عنوان مثلا نمیدونم، الانم البته یه جورایی مرتبط هست، مثلا کارگاه مطب‌داری و اینا برگزار میشد قبلا. الانم فکر کنم من خودم اولین کارگاه مطب‌داری که یادم با دکتر صحافیان بودش که شرکت کردم، فکر کنم هنوز شاید ترم یک یا دو بودم و نمیدونم چرا اون موقع شرکت کردم، هنوز خیلی برام جالبه. ولی خب یادم میگم همون دوره هایی بود که من خیلی دوست داشتم وارد کلن داشتی صنعت رو میشناختی دیگه، برنامه‌ت واردش بشی برای اینکه بدونی چه خبره. آره برام خیلی جذابیت داشت، ولی خب اون موقع خیلی یعنی ترم یک و دو آخه من اصلا خیلی وسایل و اینا رو هم حتی آشنا نبودم و خیلی برام جالبه که اون موقع مثلا به این چیزا علاقه داشتم. و اتفاقا تو فکرش بودم که بتونیم کارگاه مطب‌داری داشته باشیم، حالا کارگاهایی که مرتبط با در واقع گسترش اون حالا هیته‌ای هست که هر کسی در واقع کار میکنه. یه صحبتی هم داشتیم اتفاقا با بچه های رشته های دیگه توی در بچه های انجمن علمی که خود استاد صحافیان کماکان استقبال میکنن اگر سراغشون بری، چون میدونن که این علاقه رو داشتن و دارن همشون. من دیگه فکر کنم از اون سال ندیدمشون از همون زمان، ولی خب خیلی خوشحال میشم اگر. آره صحبتش بودش که بتونیم یه همچین برنامه رو داشته باشیم با بچه های رشته های دیگه که مثلا حالا این مسئله رو بذاریم، یا یه سری کارگاه های دیگه که حالا توی دانشکده شاید کمتر بهش پرداخته میشه، مثل پزشکی، دندون پزشکی قانونی مثلا، سری چیزای متفرقه که مرتبط هست و خیلی مسئله مهمی هست که توی دانشکده خیلی اونقدی
شاید بهش پرداخته نمیشه. ببینید مهارت‌های یه مقدار تخصص‌تره، ولی ما خیلی اوقات تو مهارت‌های بیسیک شاید مسئله داریم. یعنی مهارت‌های پایه‌ای که مثال میگم، به نظر من مهارت مذاکره و مهارت گفتگو یه مهارتی که خیلی در دندانپزشکی خیلی اهمیت داره. یعنی حتما مطمئن باشید اگر شما برنامه‌ریزی بکنید و فرد صحیح رو براش پیدا بکنید، خیلی با استقبال مواجه میشید. چون این مهارت مهارتیه که در هر حرفه‌ای کارآمد هست و جز مهارتی که نه تنها در مسیر حرفه‌ای که در مسیر زندگی شخصیمون هم خیلی کمک میکنه. اینکه من یه چالش رو با یه همکار یا با یه بیمار یا با یه فردی در زندگی شخصی خودم چطور بتونم مدیریت بکنم که مسئله‌ام بره به سمت حل شدن. اینا مهارتایی که توی دندانپزشکی خیلی کارآمده، چون ما مرتب درگیر مذاکره ایم. ما در طی روز با هر بیماری که دارید براش درمان انجام میدی، باید مهارت‌ها رو بتونی به کار بگیری تا بتونی اون رابطه رو بهتر مدیریت کنی و ببری به سمت باز مطلوب‌تر. این مهارتایی که در کنار لاین اصلی حرفمون، مهارتایی که شاید بشه گفت مأخور مونده. من به نظر میسه اینا حتی تو کوریکولوم باید باشه، ولی اگر نیست، من دانشجو این فرصت رو تو دانشجویی دارم بهش بپردازم. از اون خط فارغ التحصیلی که رد میشم، کلا اتمسفر عوض میشه دیگه، خیلی ممکنه شانس این مهارت آموزی رو نداشته باشم. بسیار خوب، همینطور. توی حالا مسیر پیش روتون در مورد تخصص گفتید به من نوع نگاهتون رو. امیدوارم که حالا این مسیر گاویدن که میدونم تأخیر انداخته تو فارغ التحصیلی همه دانشجویان، زودتر مسیرش تحصیل بشه و در واقع زودتر بتونید، امیدوارم از مهرمان واقعا به شکل حضوری بشه برنامه بره والا عادی برگرده بعد از واکسیناسیون و شرایط بهتری رقم بخوره و برای شما هم توی مسیر حالا آموزش و پژوهش و حالا هر مسیر موازی که دارید طی می‌کنید آرزوی موفقیت دارم. پایین گفتگو اگر صحبتی هست که برای مخاطبینمون فکر می‌کنید شنیدنش ممکنه سودمند باشه، از زمان شما بشنویم و بعد بریم برای خداحافظی. راجع به پژوهش من بگم، یه سوالی که مثلا از همون زمانی که من خودم وارد کمیته تحقیقات شدم بچه ها خیلی میپرسیدن، این که خب خیلی دوست دارن این مسیر پژوهش رو شروع بکنن، اصلا وارد این حیطه بشن و بتونن یه رزومه خوبی برای خودشون آماده بکنن، مثلا میپرسیدن که کی شروع بکنیم یا اینکه مثلا چه جوری باید شروع بکنیم. خب راجع به این که کی بخوان شروع بکنن که من فکر کنم هر چقدر زودتر باشه این یادگیری این تلاشه خب خیلی بهتره. وقتی آدم وارد مثلا حتی ترم 5 و 6 که دیگه کم کم وارد فانتوم میشن و بعدش هم دیگه بخش و مریضا و اینا خیلی کار سخت‌تر میشه. اگر کسی واقعا دوست داره این مسیر رو، من توصیه میکنم که خیلی زودتر شروع بکنه و برای اینکه حالا چه جوری بخوان شروع بکنن، من به همه توصیه میکنم که اول اطلاعاتشون رو بیشتر بکنن، اول یاد بگیرن، حالا کارگاهایی رو که هست شرکت بکنن و بعدش از اساتید بخوان که در کنارشون بتونن همکاری بکنن و چیزی ازشون یاد بگیرن. و این مسیر برای خود من اینجوری شروع شد و خیلی دوست دارم که بتونم اینو ادامه بدم و دیگه تقریبا همین دیگه صحبتی ندارم. مرسی از دعوتتون. سلامت باشید. حالا مرتبط با این مسئله که عنوان کردیم، من یه نکته بگم. اگه قانون داریم به نام قانون 64 یا قانون در واقع منشی به این نام هم شناخته میشه، میگه که اگه به طور مثال میگم میخوای یه فردی رو برای یه پوزیشنی ازش کمک بگیری یا استخدام داشته باشی، میگه تو 60% اول مصاحبه ها اصلا به انتخاب فکر نکن، فقط و فقط شنونده باش. شنونده باش برای اینکه گزینه های مختلف رو ارزیابی بکنی، توانمندی ها رو بسنجی. تازه بعد از 60% اول مصاحبه ها میتونی اون چارچوب مهارتایی که نیاز دارید رو تازه صحیح ببینی. از اون دیدن و شنیدن در واقع مصاحبه های 60% اولت میتونید تو 40% بعد دنبال فرد صحیح بگردی برای اون جایگاه. تو لاین پژوهشی، تو انتخاب لاین پژوهشی هم همینطور هست، تو انتخاب تخصص هم همینطور هست. شما تو سالهای اول باز همون داستان اکسپوژر دیگه، اکسپوژر بیشتر کمک میکنه که این هیته رو هی نروتر بکنی و کم کم برسی به اون انتخاب که مثلا در پژوهش این لاین محبوب من میتونه باشه.
سال اول لاین مشخصی رو انتخاب نکردی، فقط درگیر فعالیت پژوهشی میشی برای اینکه اون چارچوب رو بشناسی، با به نوعی در واقع اصول بیسیک پژوهش آشنا شی، تا بتونی بعد از چند سال یه خود نروتر انتخاب کنی که من به این حیطه علاقه منترم، یا تو درمان یا تو پژوهش. و همه اینها باز هم میگم بیشتر روی این اصل تکیه داره که تا میتونی خودتو در معرض قرار بدی. این شاید پیام اصلی گفتگوی من با شما بود برای همکاران دانشجویان عزیزمون، که امیدوارم براشون سودمند واقع بشه. و به شما هم تبریک میگم بابت اینکه این مسیر انتخاب کردی. یقینا سالهای بعد من منتظر شنیدن اخبار بیشتر و موفقیت‌های بزرگتر از شما هستم. خانم اسدی عزیز، براتون عرض موفقیت دارم و ممنون بابت وقتی که گذاشتی و انتقال دیدگاه. ممنون از دعوتتون. سلامت باشید. مخاطبین عزیز، خیلی خیلی متشکرم بابت همراهیتون با این اپیزود. امیدوارم که برای شما هم گفتگو همونطور که برای من بود، برای شما هم شنیدنی و جذاب بوده باشه. درود به شما. خدا نگهدارتون. مرسی خانم. مرسی. دست شما درد نکنه. خیلی لطف کردید.